الغفور عالم الغیب و شهاده هو الرحمن الرحیم. بحث در مسئله اول ما صدر در کلمات مولا صدرا بود. ایشون فرمودن اصولی رو تنظیم میکنیم برای رسیدن به این مطلب. اصل اولی که تنظیم کردن در مسئله تناقض که مفصلاً تناقض رو در مرکبات و بساط و مفردات رو متعرض شدن. اصل دومی که بحث کردن در متخالفین بود که فرمودن متخالفین ممکنه که متناقض باشن در صورتی که حیثیت واحده باشه، ممکنم هست متناقض نبوده باشن در صورتی که دو حیثیت و بیشتر از دو حیثیت باشه. مطلب سوم در بیان حیثیات تغییریه و تعلیلیه بود که به نحو مفصل بیان کردن. اصل چهارم در مسئله ذاتیات و عرضیات بود که اون رو هم مفصلا متعرض شدن. اصل پنجم در صفتی بود که تاریه بر موصوف میشه، فرمودن معناش این نیست که این صفت تاریه بر این مرتبه وجود بر همه مراتب وجود تاریه بوده باشد. بعد از فراغ از این اصول خمسه وارد استدلال شدن. استدلال اول رو عنوان کردن که شیء واحد نمیتواند مبدأ از برای الف باشد و به همین عنوان شیء واحد است مبدأ از برای ب بوده باشد نمیشه، با حال اینکه ب و الف متغایر هستند. اگر مبدأ از برای الف هست دیگه مبدأ ب نیست، اگر مبدأ ب هستش مبدأ الف نیست. و اگه بنا بشه که بتواند مبدأ هر دو بوده باشد شیء واحد، دو تناقض لازم میاد. لازمش نیست که هم مبدأ الف باشد هم نباشد، هم مبدأ ب باشد هم نباشد. این اشکال رو جناب آقای یعنی استدلال رو جناب آقای فخر اشکال کرده بود. این ما این حرف رو نمیپذیریم از شما ملا صدرا، برای اینکه ممکن است که شیء واحد دارای دو حیثیت بوده باشد و هر حیثیتی منشأ برای فعلی بوده باشد. خب ایشون هم جواب دادن به اینکه بحث ما در اینه که شیء واحد من حیثیت واحده بحثه، نه من حیثیات متعدده. ذات واحد من جمیع الجهات که بسیط است یک حیثیت بیشتر نداره، بحث در اینه. این میتواند که علت از برای دو شیء بوده باشد؟ نه خیر، نمیشه و الا لازم میاد تناقض. حرف سر جهت واحده است نه جهات متعدده. برهان دومی که اقامه شده است برهان جناب آقای بهمنیار بود که این رو بهمنیار در محصل عنوان کرده است. گفت به این که شیء واحد اگر بخواهد علت برای امری بشه، ابتداعا باید ایجاب بکنه اون شیء رو، بعد از ایجاب موجود بشه اون شیء و بعد از وجود باز ایجاب میکند اون رو، که یک موجودیش محبوب به وجوبین، قبل الایجاد و بعد الایجاد. و شیئی که واحد است چگونه ممکن است که ایجاب دو امر متقابل، دو امر متناقض، دو امر متغایر بکند؟ اگر ایجاب این امر الف رو میکند دیگه محال است که ایجاب امر ب رو بکند، اگر ایجاب امر ب رو میکند محال است که ایجاب امر الف رو بکند. گفته است به اینکه علاج هست اینجا تناقضه. اگر هر دو رو میخواد ایجاد کنه، معنای واحد که میخواد ایجاب بکنه شیء رو و شیء متغایر است، معناش عبارت از این است که این شیء واحد هست در این حال که واحد از واحد نیست. این شیء ایجاد است در اینی که ایجاد است لا ایجاد است، نمیشه، تناقض لازم میاد. منتها ایشون گفتن تناقض در دو جهت لازم میاد، در بود و نبود. ما گفتیم تناقض اینجا در شش جهت لازم میاد: ایجاب اولی و لا ایجاب اولی، وجود اولی و لا وجود اولی، ایجاب دومی و لا وجود دومی. این شش تا تناقض میشه.
بهمنیار دو سه تناقض رو ذکر کردیم و گفتیم شیست تناقض لازم بیاریم. این برهان رو هم جناب آقای دوانی مورد اشکال و اعتراض قرار داده، گفته است که چه اشکالی داره؟ شیء واحد یک ایجاب میکند، ایجاب شیء، ایجاب امر واحدی هست. ایجاب چه به به بخورد، ایجاب چه به علف بخورد، ایجاب 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 اون واحدیه، امر واحد متعدد. فرمود بله، جوابش مولا صدرا داده که خیر، این ایجاب ایجاب مضافه، ایجاب مضاف به شیئین موجب تعدد اون شیء میشه. اگر ایجاب مطلق بود، ایجاب مطلق یکیه، اما ایجاب متعین به تعین علفی غیر ایجاب متعین به تعین بی هسته، پس دو تا ایجاب میشه. چگونه ممکن است شیء واحد موجب از برای دو تا ایجاب متغایر باشد؟ محال این مطلب. این هم ملا صدرا جواب دوانی رو دادن. مطلب دیگری که جناب آقای خود ملا صدرا عنوان کردن عبارت از این بود که شیء محال است که بتواند در عین وحدت موجب از برای ایجاد امرین بشود. چرا؟ برای اینکه یا این شیء که میخواد ایجاد بکند یا مقوم است یا غیر مقوم. اگر مقوم است که مرکبه، اگر غیر مقوم است که بسیطه، و اگر بسیط شد البسیط ها معلول هم فلابد له من معلول آخر، فلابد له من علت آخر، علت آخر هم باز بسیط منتهی به علت دیگر، حل و مجر را الى غیر نهایه، منتهی میشود به تسلسل، و تسلسل محال است. پس بنابراین محال است، یا مقوم مرکب است که محال است، یا بسیط است که منتهی به تسلسل میشه محال است. و اگه بگید نه، یکیش بسیطه، یکیش مرکبه، یکیش مقومه، یکیش غیر مقومه، مختص به اینکه خب اون غیر مقوم مرتبط به مقوم است، اون بسیط مرتبط است به مقوم. پس بنابراین صدور کثیر از واحد میشه، صدور واحد میشود از کثیر. این حرفی هم که ملا صدرا زدن اینه که گفتن به اینکه این استدلال تام و تمام است. منتها جناب آقای فخر این استدلال رو مورد اشکال و اعتراض قرار داده، گفته این استدلال جناب آقای ملا صدرا این استدلالی است که ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اون قسم ثالث که عبارت از یکی لازم و یکی مقوم، یکی علت است و یکی معلول. اگه یکی علت شد و یکی معلول شد، دیگه صدور کثیر از واحد لازم میاد. خب اینم جوابشو ملا صدرا دادن که خیر، این مطلب اینطوری نیست، یه شق رابع اینجا پیدا میشه. اون شق رابع عبارت از این است که این بسیط یا مستند است به اون مرکب، و به عنوان اینکه عین المرکب است یا خارج از مرکب است فرق نمیکنه، یا عین است یا خارج. اگه عین مرکب باشه معلول عین علت است، علت عین معلول یه خلفه، و اگر نه خیر، در عین حالی که معلول عین علت نیست، خلف لازم میاد در این که علتتون شما مرکب، علتتون بسیط نیستش، که فرض کردید که مقوم، مقوم که بسیط نیست مرکبه. پس بنابراین اشکالی که فرض کرده است این اشکال هم وارد نیست. تا اینجا بحث کرده بودیم، همه رو صحبت کرده بودیم، حالا امروز بحث تازه اینه. قال المحقق طوسی، محقق طوسی در نقد المحصل، یه نقدی برای محصل بهمنیار نوشته، فی نقد المحصل فرموده است به اینکه این علتی که میخواهد معلول رو ایجاد بکند، این علتی که میخواهد ایجاد معلول بکند، از دو حال خارج نیست. یا این علت عبارت است از این که بسیطی هست که میخواد الف ایجاد کنه، یا بسیطی هست که میخواد به ایجاد کنه، فرق نمیکنه. بالاخره میخواد یه امر بسیط میخواد ایجاد کنه، بسیط میخواد بسیط ایجاد کنه. شما میگید میتواند مرکب ایجاد بکنه، مثالش رو زدید به این که میگید جسم میتواند هم مکان داشته باشد هم قابل اعراض بوده باشد. تو این حرف رو میدهید شما، یه این نمیشه. اگه شیء علت است از برای مکان، دیگه علت از برای قوابل نیست، مگه اینکه مرکب باشه. و اگه علت است از برای قبول اعراض، دیگه نمیشه علت باشه از برای مکان، مگه اینکه مرکب باشه.
و جسم مرکب هستش، مرکب از حیثیت، دو حیثیت در جسم هست، حیثیت ماده و حیثیت صورت. حیثیت صورت منشأ از برای یک کار است، حیثیت ماده منشأ از کار دیگر، اون اشکالی نداره. از جسم مرکب من الحیثیتن به کل حیثیتن یفعل فعلا، اشکالی نداره. از این مرکب، مرکبی که شما فرض کردید بسیط بسیط نیست، این واقعا مرکبه و هر حیثیتی از این مرکب علت از برای یک شیء هست. این که حرف ما داره، بحث ما در بسیط شیء، بسیط من حیث کونی، بسیط علت از برای دو تا شیء باشد در عرض هم، این نمیشه. بعد گفته است به این که معتزله قائلن، مثل فلاسفه معتزله قائلن که محال است که از واحد متعدد صادر بشود، به خلاف اشعری ها. اشاعره قائلن به این که می شود از شیء واحد متعدد صادر بشود، یعنی در ذات باری تعالی اونا میگن که واحد است خدا و متعدد صادر شده، ولی معتزله میگن نه خیر، خدا واحد است و محال ازش دو. فلاسفه هم میگن محال است که دو شیء از واحدی بسیط من جمیع جهات صادر بشه. جناب آقای فخر به همه اشکال کرده، هم به معتزله اشکال کرده، هم به فخر، هم به اشاعره اشکال کرده، هم به فلاسفه اشکال کرده. گفته این مثالی که از شما زدید، این مثال از بحث خارجه. میگید جسم علت از برای مکانه و جسم علت از برای اعراضه. فرمود است به این که علت از برای مکانش رو قبول داریم، اما علت از برای اعراض رو قبول نداریم. اعراض عبارت است از قابلیت، جسم قابل اعراض است، نه فاعل الاعراض هستش. پس بنابراین از جسم دو تا شی صادر نمیشه، یه جسم یه شی صادر میشه که همون مکان به اصطلاح بوده باشد. قابلیت اعراض امر ثبوتی نیست، امر انتزاعی است. المتأثر امر انتزاعی است، از تأثیر و امران وجودیون. به همه اشکال کرده است، به هم به اشاعره اشکال کرده، هم به فلاسفه اشکال کرده، هم به معتزله اشکال کرده. گفته این مثالی که شما زدید، مثالی که برای صدور کثیر زدید از واحد و واحد از کثیر، این مثالتون درست نیست. جسم اصلش علت از برای فقط مکانه، یه علت از برای قبول اعراض نیست. قبول اعراض تأثیر، تأثیر که فعل نیستش. و شیء واحد گفته است که اشکال داره که هم علت باشه هم منفعل باشه. کان علتا لشیئین و کان منفعلا من شیئین، چون انفعال فعل نیستش. پس میشه الوسیط من حیث کونی وسیطا فاعلا و منفعلا. بعد هم اضافه کرده، گفته نقطه ای از دایره شما در نظر بگیرید، کان این نقطه موازی با یک نقطه دیگه در دایره و نقطه اول موازی با نقطه سوم در دایره، این موجب از برای تکثر میشه. اگه یک شیء موازات با یک نقطه پیدا کرد، مجددا موازات با یک نقطه دیگه پیدا کرد، این موجب از تکثر میشه. هرگز نه تکثر نمیشه. اضافه یک شیء از حیث موازات به امر و از حیث محاذات به امر آخر داج روبر به تکثر. این نقطه واحد واحده، به حد صد جا هم که محاذات داشته باشد نقطه اون واحد هم جور تکثر نمیشه. در علت هم همینطور. آقا میگیم الف علت از برای ب نیست، علت از برای جیم هم نیست، حالا این بجور تکثر الف میشه، الف متکثر میشه. میگیم علت نیست از برای ب، علت نیست از برای جیم، بجور تکثر میشه. بله، گفته است میگه ببینید در نقطه اینطوری هست، دو تا محاذات داره، سه تا محاذات داره، میگه ترکیب نمیشه. حالا در باری تعالی هم همین حرف میزنیم، میگیم ذات باری تعالی هم منشأ برای همه اشیاء، میگه تکثرش هم نمیشه، واحد من جمیع جهات. این دو تا مثال هم جناب آقای فخر داده است، اشکال و هم فلاسفه کرده است، هم معتزله کرده است، هم اشاعره کرده است. خب این هم جوابش ظاهرا روشنه که باب محاذات باب اضافه است، اضافه امر اعتباری است. باب سلب هم که شما میگویید، باب سلب هم سلب نیستی، نیستی که علت نمیخواد که
شما دو تا مثال زدید که هر دو از بحث خارجی جناب آقای بخش. باب اضافات که ما این نقطه موازی با اون نقطه است، حالا اضافتون بر اضافه امرون خارجی یا نخر امرون اعتباری یا. و اما مثال سلبی که زدید گفتید آقا الف ب درش نیست، الف جیم هم درش نیست، این امر سلبیه. سلب که محتاج به وجود نیستش که چه اشکال داره شیء واحد ازش صدها شیء سلب بشه، صدها شیء امرون واحدون بسیط یستبوهن هوش اشیاء متکثره. شما مثال صدور رو بزنید نه مثال سلب رو بزنید، نه مثال اعتبارات رو بزنید اضافه که بابش اعتبار بزنید، نه مثال صلوب رو بزنید که بابش نیستیه. نیستی که علت نمیخواد، اضافات هم که امر اعتبارشون هم علت نمیخواد، امر خارجی نیست که اعتبار ذهنی هستش، مثل سایر اعتبارات ذهنیه که ما در باب فقه و اصول بحث میکنیم. میگیم ملکیت، ملکیت که امر خارجی نیست که عینی نیست که، زوجیت که امر خارجی و عینی نیست. حالا مسئله موازات هم میتونه این نقطه از دایره موازی با اون نقطه است، همین نقطه اولی موازی با این نقطه دیگه هم هست. ها اون نقطه اولی میشه مرکب چون موازی با دو نقطه است، موازی با سه نقطه است، میشه مرکب نبسیده. این بحث مال اعتباراته، اعتبارات که متکثر نمیشه که، اعتبارات امر واحدی بسیطی هستش که اونم اعتباری است، یعنی خارجیت نداره، واقعیت نداره. باب سلوبتون هم که مثال دارید گفتید الف ب نیست، الف جیم هم نیست، سلب دارید میکنید. از الف چی رو سلب میکنید؟ ب رو سلب میکنید، جیم هست. هزار چیز هم از الف سلب میکنید، الف مرکب نمیشه، بسیط هست. چرا؟ چون نیستیه، نیستی رو از یه شیء برمیدارید شما. هستی که نمیخواید اثبات کنید، اونی که ما حرفمونی هستیه. هست دو هستی متکثر، دو هستی متغایر، دو هستی واقعی و نفس الامری از امر واحد وسیع صادر. اینو ما میخوایم بگیم. شما دو تا شی مثال زدید که هر دوش امر اعتباری است، یکی عدمه که هستش واقعا چیزی نیست، یکی هم اضافه است که امر اعتباری است. شما به اعتبارات مثال زدید، ما رو میخواید مغلوب بکنید، نه باید به حقایق مثال بزنید. تا اینجا داشته باشید. اینم کلام محقق طوسی هم که گفتن بحث مکان و اعراض هم که اونم که مشخصه که از اون حیثیت واحدی تو از هر حیثیتش یکی از اینا، یکی از اینا ساده میشه. من قبلا گفتم خیلی خوب، پس تا اینجا حالا باز داشته باشید. باز از اینجا ول نکرده ملا صدر اینه که دو مرتبه حرفای دیگران رو متعرض شده.